آثار گناه. آرزوی بسیاری از انسانها داشتن عمری طولانی است. عمر هم از اموری است که در عوالم بالا برای انسانها مقدر می شود و برخی از اعمال مانند صله رحم عمر را طولانی و برخی گناهان هم عمر را کوتاه می کنند. در روایات وارد شده است که کوتاه شدن عمر و مرگ انسانها و سبب گناه بیشتر از مواردی است که انسان با مرگ طبیعی بمیرد. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای گناهان آثار متعددی ذکر شده است که برخی از آنها را برمی شماریم. 1. کاهش قوای عقلی. قوای عقلی و فکری هر انسانی ثابت و پایدار نیست، بلکه متناسب با اعمالی که از او صادر می شود است. این قوا شدت یا ضعیف می شود. گناه از اموری است که باعث ضعیف شدن قوای عقلی و فکری انسان می شود، چرا که عقلانیت انسان از جنس نور است و گناه تولید کننده ظلمت و این دو با هم جمع نمی شوند. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است: از مستی گناه بپرهیز، چرا که برای گناه هم جنونی مانند جنون شراب وجود دارد، بلکه جنونش شدیدتر می باشد. 2. قساوت قلب. یکی از اموری که در سعادت انسانها نقش کلیدی دارد داشتن قلبی تأثیر پذیر و رقیق است. اگر قلب انسان را قساوت فرا بگیرد، دیگر از امور لطیف و ظریف و نورانی تأثیر نمی پذیرد. در نتیجه بسیاری از امور که باعث تنبه و رشد دیگران است، در رشد و ترقی او تأثیری ندارد. آدمی با دلی نرم و رقیق به دنیا می آید و خود اوست که با اعمالی مانند انجام گناه باعث قساوت قلب خود می شود. چنانچه در سوره مطففین می خوانیم: کلا بل ران علی قلوبهم ما کان یکسبون. چنین نیست که آنان می پندارند، بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته است. 3. زوال نعمتها. یکی از آثار مهمی که گناهان در زندگی هر فرد یا اجتماعی می‌گذارد، از بین رفتن نعمتهایی است که خداوند به آنان عطا نموده است. آری، پایداری بسیاری از نعمتهای الهی مشروط به انجام ندادن گناه و اطاعت از اوست، چنانچه در قرآن کریم می خوانیم: و اگر اهل آبادی ها ایمان می آوردند و پارسایی می کردند، حتما برکاتی از آسمان و زمین بر آنان می گشودیم، اما آنان حق را تکذیب کردند، پس به سبب آنچه هموار انجام می دادند گرفتارشان کردیم. 4. نزول بلاها. بدون شک هر امری که در عالم اتفاق می افتد بدون علت نیست. از آن جمله بلاها و مشکلاتی است که بر سر راه افراد یا جوامع پدیدار می شوند. اگر انسانها در مدار بندگی خداوند قدم بر می داشتند، از بسیاری از بلاها و مشکلات در امان بودند و همواره در حفظ و حراست خداوند به سر می بردند. اما بر اثر انجام گناه و معصیت الهی مستحق نزول بلا می شوند. در سوره شورا می خوانیم: و هر مصیبتی به شما رسد در اثر دستاورد خود شماست و بسیاری از خطاهای شما را خداوند می بخشد. 5. کوتاه شدن عمر. آرزوی بسیاری از انسانها داشتن عمری طولانی است.
عمر هم از اموری است که در عوالم بالا برای انسان ها مقدر می شود و برخی از اعمال مانند صله رحم عمر را طولانی و برخی گناهان هم عمر را کوتاه می کنند. در روایات وارد شده است که کوتاه شدن عمر و مرگ انسان ها با سبب گناه بیشتر از مواردی است که انسان با مرگ طبیعی بمیرد و کسانی که به خاطر احسان عمر می کنند بیشتر از انسان هایی هستند که با عمر طبیعی زندگی می کنند. 6. محرومیت از ارتباط با خدا. همه انسان ها بر اساس فطرت خداجو و بی نهایت طلب خود نیاز شدیدی به ارتباط با خداوند متعال دارند تا از رهگذر انس با او نیازهای روحی، عاطفی و حتی روزمره خود را برآورده سازند و از دلی آرام و مطمئن برخوردار باشند و احساس امنیت و خوشبختی و ترقی فکری و روحی کنند. اما کم هستند کسانی که از این نعمت بزرگ الهی برخوردار و از سفره انس الهی متنعم باشند. برخی انسان‌ها هرچند به ظاهر نماز هم می‌خوانند، اما از ارتباط حقیقی با خداوند محرومند و در نتیجه زندگیشان آکنده از فشارها و ناراحتی‌ها و بن‌بست‌هاست. 7. مستجاب نشدن دعاها. برخی می‌پرسند چرا هرچه دعا می‌کنیم و از خداوند مطلبی را می‌خواهیم مستجاب نمی‌شود؟ در جواب این سوال نکات فراوانی را باید متذکر شد، اما اجمالاً عرض می‌کنیم که گاهی علت آن گناهی است که انجام داده ایم و نتیجه آن برآورده نشدن دعا و خواسته ما شده است. در دعای پرفیض کمیل از خداوند می‌خواهیم که خداوند گناهانی را که باعث حبس دعا می‌شود بیامرزد. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده که فرمودند به درستی که بنده از خداوند حاجتی را طلب می کند و استحقاق استجابت آن را هم دارد، اما گناهی مرتکب می شود و خداوند تبارک و تعالی به ملک می فرماید حاجت او را برآوردن نکن و او را محروم کن، چرا که او با گناهش خود را در معرض سخت و عذاب من قرار داد و مستحق محرومیت شد. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکس مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.